ازت خواستای خودت خواستی. چه فرقی میکنه؟ فرقی میکنه؟ آرمین، من میخوام از این وضعیت گندی که توش گیر افتادیم خلاص بشیم. منم با سایت نهنگابی دقیقا دارم همین کارو میکنم. هرکی تو این قضیه سهم داره سایت داره تنبیهش میکنه. خب بهمن هم داره همین کارو میکنه. قانون دست و پای بهمن رو میبنده، ولی من تو نهنگابی هیچ قانونی ندارم. من روی خصوصیات تمام این آدم ها کار کردم، اینکه هر کدوم چه مسیری رو تو زندگیشون رفتن، به خاطر چی آدم های دیگر رو قربانی میکنن. نهنگابی برای این آدم ها خیلی خطرناکتر از کسی مثل بهمنه. و چجوری میخوای جای قانون تصمیم بگیری؟ با عقلم. آرمین، من تو این مدت خیلی با خودم جنگیدم. نمیدونستم باید به حسم اعتماد بکنم یه کاری انجام بدم که فکر میکنم درسته. حست چی میگه؟ من همه تلاشمو کردم تو رو بکنم شبیه آدمایی که فکر میکنم درستن. بهمن ازم خواست صداتو ثبت کنم، ولی خودم دیگه خسته شدم، عقب وسطتو در آوردم. تو میدونی من همیشه طرف تو هم. چجوری میتونم ادعا کنم طرف تو هم وقتی یه کاری انجام میدم که خلاف میل توه؟ این که دیگه دوست داشتن نیست. مطمئن باش راه درست الان داری میری. من فقط روشم فرق میکنم. با سایت من کسایی که قرار تنبیه بشن جدیتر تنبیه میشن، فقط همین. نمیخوام فکر کنی منم یکی مثل اونا. قضیه سایتو که بهت گفتم انگار یه بار سنگینی از دوشم برداشته شد. الان وقتشه بریم سراغ آدم اصلی شرکت، یه ضربه اساسی بهش بزنیم. کمک میکنی؟ آره، کمک میکنم. باید با یه پیغام شروع کنیم، یه پیغامی که به مروارید میفرستیم. چرا سایت به تو پیام داده؟ شاید ترسیده مستقیم به خودت پیغام بده. به نظرت معنی پیشنهادشون چیه؟ اونا میگن پرویز رو بهشون بدی، مهندس رو بهت میدن. منطقیه. معاون رو میدی، رئیس رو میگیری. پیشنهاد بدی نیست. میخوان اجازه بدم پرویز از ایران بره بیرون. یعنی میدونن یه جایی تو ایرانه. پس پرویز هنوز نتونسته از تهران خارج شه. و معلومه اینو سایت میدونه. شاید هم دارن حدس میزنن. خب فرض کن پرویز یه جایی تو ایران باشه. ما هیچ ردی نتونستیم ازش پیدا کنیم. حتی اون آدرسایی هم که دادی چیزی ازش در نیومد. ما یا سایت هر کدوم بخوایم بهش پیشنهادی بدیم، باید یه دسترسی بهش داشته باشیم. اول باید پیشنهاد سایت رو قبول کنی، اونا راهش رو پیدا میکنن. اینطوری میگن. این سایتی که از همیشه یه قدم از ما جلوتره. فکر کنم باید پیشنهاد سایت رو قبول کنم، حداقل تا قبل از اینکه آرمین بتونه سایت رو هک کنه یا از این زمانی بشه رد آدم اصلی سایت کشید بیرون. آره. تو آشپزی کردی؟ به هم نمیاد؟ تا حالا نشده بود یکی از متهمای پرونده برام آشپزی کنه. همیشه یه بار اولی واسه هر چیزی هست. منطقی نیست بخورم. شاید بخوای مسمومم کنی. آره خب، اولین چیزی که به ذهن هر کسی میرسه اینه که من بخوام مسمومت کنم. تو میدونی یه جور ماهی ژاپنی هست که وقتی میخوای پاکش کنی اگه چاقوت به مخلفات داخل شکمش بخوره کلن ماهی سمی میشه و 5 دقیقه یادمو میکشه؟ پس شانس آوردی، من این ماهی رو پاک شده خریدم. ولی تو این همه غذایی که میتونستی درست کنی ماهی درست کردی. این یه پیام داره. یعنی اگه من میخواستم میتونستم مسمومت کنم، ولی فعلا نمیخوام. یا اینکه من قصه ماهی رو نمیدونستم. آره خب خیلی ها نمیدونن، ولی چیزی که همه میدونن اینه که وقتی دو نفر روبروی هم میشینن چقدر میتونن به هم ضربه بزنن. هرچی نزدیکتر ضربه کاریتر. فکر کنم ما خیلی از همدیگه نمیدونیم. خب میتونیم بیشتر بدونیم اگه تو بخوای. پرویز کسیه که این شرکت رو اداره میکنه. حستون رو بگین، فکر کنین اگه الان اینجا بود چی بهش میگفتین. فقط حواستون باشه که اسم آرمین یا کس دیگه یا نیارین، فقط اسم خود پرویز رو بگین. پرویز
خیلی دوست دارم بدونم که این همه مردم بدبخت کردی، سرشون کلا گذاشتی، زن بچهشون رو سر به نیست کردی، با تمام این گندکاری ها کجا میخوایی بری که شب راحت بتونی بخوابی؟ من مطمئنم کابوسایی که داری میان سراغ تو و پا درت میارن، شک ندارم. من نمیتونم حرف بزنم، اصلا نمیدونم این کارو برای چیه. خیلی خوب گفتین که من نمیفهمم تو چرا داری این کارو میکنی، چرا به این سایت داری کمک میکنی. خود سایت به هم پیغام داده. یعنی خود سایت خواسته که تو با آدم ها حرف بزنی؟ قراره با کسایی که از پرویز آسیب دیدن صحبت کنم، بعد همه این صداها میره روی سایت، اون وقت کسایی که عضو سایت هستن متوجه میشن که پرویز چه موجودیه. قرار نیست اسم مشخصاتشون باشه، فقط خود صداها هست. اینطوری یه شبکه از آدم ها کمک میکنن که پرویز پیدا بشه. چطوری میتونن پیداش کنن وقتی هیچ ردی از خودش نذاشته؟ وقتی این همه آدم تو اینترنت دنبال یه نفر بگردن، حتما خودش خبردار میشه. خب وقتی خودش خبردار بشه، این همه آدم دنبالشن، منطقیه که اون بدتر در بره. آره، من فکر میکنم که اصلا سایت میخواد که پرویز فرار کنه، چون اینجوری مجبور میشه اول از همه از اونجایی که مخفی شده بیاد بیرون. من که نمیفهمم تو چی میگی. قدیما برای سر آدمای خلافکار جایزه میذاشتن، آدم هم به خاطر جایزه هم که شده طرف رو میکشوندن بالای دار. الان اینکه یه نفر تو شبکه های اجتماعی رسوا بشه براش خیلی بدتر از تنابه داره. این سایتی که به تو پیام داده بالاخره طرف کار درسته یا کار خلاف؟ سایت شبکه اجتماعیه، طرف هیچ کس نیست، هر جوری میشه ازش استفاده کرد. آرمین راجب این شبکه به قول تو اجتماعی چی میگه؟ اونم چیزی بیشتر از من نمیدونه. باید با صد جا در مورد کتابم مصاحبه کنم، سیاست های جناب ناشر، بعد مصاحبه ها رو کلمه به کلمه تصحیح کنم، چون هر کسی هر جور دلش میخواد حرفای آدم رو پیاده میکنه. خوشحالم کتابتون انقدر طرفدار پیدا کرده. کاش خودتو وارد این بازی نمیکردی، تو حیفی. سایت میتونست از هر کسی بخواد صدای خودش رو ضبط کنه بذاره رو سایت. تو چرا داری اینقدر واضح کمک میکنی؟ من با هر چیزی که باعث بشه پرویز خودش رو نشون بده همکاری میکنم. پس سایت میخواد همه بدونن که تو داری کمک میکنی پرویز رو پیدا کنیم. یعنی سایت میخواد همه بدونن که تو از پرویز خوشت نمیاد. یعنی میخواد آدمای پرویز هم اینو بفهمن. فکر نمیکنم که سایت خیلی از تو خوشش بیاد. میخواد که مثلا یه شبیه موتوری چیزی بهت بزنه. ها؟ واسم فرق نمی کنه. تو از اون آدم های عجیب روزگاری می دونستی؟ حاضری هر کاری بکنی، هر دردسری رو تحمل کنی، فقط برای اینکه یه کار درست انجام بدی. من فقط می خوام این بازی هرچی زودتر تموم بشه. دیگه چی می دونی؟ بعدش چی میشه؟ بعد از اینکه همه صداهاشون رو ضبط کردن و گذاشتن رو سایت و همه فهمیدن که پرویز چقدر آدم عوضیه، بعدش قراره چی بشه؟ من نمیدونم. فکر میکنم بعدش رو خود سایت فقط میدونه. من چیزی بیشتر از همینه که گفتم نمیدونم. حالا میخوای حرف بزنی یا نه؟ پرویز، تو خیلی آدم مزخرف و روانی و عوضی هستی. تو هیچ اصولی تو زندگیت نداری و آدمایی که هیچ اصولی تو زندگیشون نداشته باشن وحشتناکترین آدمای روزگارن.
تو هر کاری ازت برمیاد، هر جنایتی، هر چیزی که آدمای اطرافتو له کنه ازت برمیاد. میدونی اگه اطرافیونت بفهمن که چه ذهن کثیفی داری، حتی حاضر نمیشن یه لحظه هم تحملت کنن؟ من میدونم که تو هیچ وقت شادی رو نتونستی لمس کنی. من میدونم که داری انتقام بچگی تو میگیری. فقط موندم اون آدمایی که اذیتت میکردن، چرا همون موقع نکشتنت؟ چرا گذاشتن تو زنده بمونی؟ خیلی پرت و پلا گفتم، اینو پاکش کن. نمیخوام که اینقدر صدام بازه شنیده بشه تو سایت. سایت صداها رو عوض میکنه، تشخیص داده نمیشه. یه چیز دیگه میگم، هر کسی که این بلا رو سر پگاه آورده، رئیس اون شرکت یا هر کسی که مسئول اون شرکت بوده، این یه جنایت خیلی خیلی کثیفه. من تو این دنیا دلم به یکی خوش بود، ازم گرفتیش، با هم بازی کردی، هر کاری خواستی وسط کردم، اما اونقدر آشغال بودی که زدی زیر قولت. پرویز یا هر کسی که رئیس همه این آدم هست، بهش میگم هر جای دنیا که قایم شده باشه، بالاخره تا آخر دنیا که نمیتونه قایم بشه پیداش میکنه. همین بچه های مهرداد، هر شب که براشون قصه میگم ازش براشون میگم. این بچه تو اوج جوونیش با حساسیت های روحی که داره به خاطر مادرش و اتفاقایی که بعدش افتاد، دیگه هیچ امیدی به برگشتش نیست. من کاری به بقیه ندارم، کاری به این ندارم سر چند نفر کلا گذاشتی، پول کیا رو خوردی، چند تا خانواده رو بدبخت کردی. بزرگ که شدن پیداش میکنن، تیکه تیکش میکنن که جون بچه هامو ازشون گرفت، زندگیمونو به آتیش کشید، بچه هامو ازم گرفت. من نمیدونم مردم چی فکر میکنن، تو دلشون چی میگذره، اصلا از این دنیا چی میخوان. فقط اینو بدون، هر گوری که باشی میام سراغت، برای به سرت میارم که آرزو کنی کاش زودتر مرده بودی. صدا کار خودشون کردن، تا الان بیشتر از 72,000 نفر صدا رو گوش کردن، 1200 نفر هم کامنت گذاشتن حاضرن خیرخیره پرویزن بشن. اونایی که کامنت میزنن که اصلا نمیدونن پرویز کیه. لازم نیست بدونن، تو شبکه‌های اجتماعی کافیه تو مخاطب تو تحریک کنی با صدا، فیلم، عکس، ویدیو، خبر، هر چیزی. کسایی کامنت میزنن اینقدر سریع واکنش نشون میدن که خودت هم باورت نمیشه. سریع عاشق طرف میشن، از طرف متنفر میشن، میخوان تیکه تیکش کنن. الان تا یه ساعت دیگه مردم داوطلب میشن پرویز رو پیدا کنن. 100,000 نفر، 1,000,000 نفر اینقدر فشار میارن، بالاخره پرویز از قارش میاد بیرون. وقتی اومد بیرون سایت بهش پیشنهاد میده، چون پیشنهادش منطقی قبول میکنه، بعد میاد سراغ تو. این کامنت ها، این آدمایی که کامنت میذارن، اینا که هیچ وقت کاری نمیکنن. آره تو دنیای واقعی کار نمیکنم، ولی بالاخره فشار روانی شدیدی داره. بعدم دنیای واقعی الان این توه، تمام تصمیما، نمیدونم مجازات، محکوم کردن و از همینجا شروع میشه، اصلش هم همینجا تموم میشه. به نظر تو این سایت طرف کیه؟ از یه طرف میخواد پرویز خودشو نشون بده، دست ما به پرویز میرسه، بهش اطمینان میدیم که میذاریم از کشور بره بیرون، اونم در مقابل آدرس و مشخصات این آقای مهندس، آدم اصلی شرکت رو به ما میده. این سایت طرف کیه؟ رئیس میکنم طرف تو. منطقش این که آدمای تو به چرخوننش، چون داره به نفع تو کار میکنه. همیشه که اینطوری نبوده. آره همیشه اینجوری نبوده. اگه سایت چیز دیگه هم ازتون خواست به من میگین دیگه. نه تو هدفمون یکیه، بهت خبر میدم. فعلا که باید تمرکزمون رو بذاریم رو پیدا کردن پرویز. یاد دوش از تهران نری بیرون. آره اتفاقا تهران کار زیاد، فرصت نمی کنم جایی برم. خوبه فعلا. انتظار داشتم شما کمکم کنیم، مدام دارن منو میبرن میارن، به زور منو میخوام بچسبونم به سایت، میگن تو عامل سایت بودی. بابا من فقط یه پیک بودم که پیامای سایت رو میرسوندم به بقیه. همین بیا
همه رو یادداشت کردم، تمام پیام و ساعت اس ام اس هر چیزی که سایت ازم خواسته همه رو نوشتم. بگیر، من فقط خواستم کمک کنم، همین. شما باید بهشون بگی این بهمن داره منو دیوونه میکنه. من خودم متهم اون پرونده هستم. فکر کردی کسی حرف منو باور میکنه؟ آره. شما بگو من هیچ کاری بودم، این منو کمک میکنه. چرا سایت از تو خواسته بود که پیامشون رو به من بدی؟ من نمیدونم. من واقعا نمیدونم چرا. من نمیتونم کمکت کنم. همین که پیک اون سایت بودی یعنی یه ربطی به اونا داری. دارم دیوونم میکنم. روزی 2 ساعت دارم بازجویی میشم. و من تهدیدم کرده که پروانه وکالتم ازم میگیرن. میتونه؟ چرا نتونه؟ من خر فقط میخواستم کمک کنم. اون وکیل عوضی میدونست، میدونست داره وارد چه بازی میشه، برای همین خودش کشید کنار. تو هم که هیچ کمکی به من نمیکنی، پس برای چی میخواستی منو ببینی؟ باید با یه نفر صحبت کنی. من؟ سایت خواسته. باید با یه نفر که توی بازداشته صحبت کنی. ببین، من دیگه هیچ غلطی که ربطی به اون سایت کثافت لجن داشته باشه نمی کنم. هیچ. اسم کسی که باید باش صحبت کنی زمانیه، دکتری چیزیه، الان پیش بهمنه. الان فضای سایت آماده است. ساعتی بیشتر از 1000 تا کامنت میذارن که پرویز رو محکوم میکنن، میخوام پیداش کنم. بالاخره این به گوش پرویز و آدماش میرسه دیگه. جالبه همشون هم کنجکاو شدن این پرویز کیه، چه شکلیه، قیافش چه جوریه. عکساشو بذاریم رو سایت مثل بوم صدا میکنه. خب اگه الان عکس پرویز رو بذاریم نمیپرسن چرا از اول همین کار نکردیم؟ یه جوری انگار ما فقط میخواستیم فضا رو مرتعب کنیم بعد بیایم عکس پرویز رو بذاریم. نه اون که اصلا اشتباه است، از طرف سایت بذاریم. برنامه دارم براش. باید یه کاری بکنیم عکس پرویز تو سایت بهتر کنه. این بخش جالبه شوه. قشنگ بهش نگاه کن. با تو هم استاد. مطمئنی هیچ وقت ندیدیش؟ هیچ وقت ندیدمش. چرا آخه داری دروغ میگی؟ هر موقع سایت از من میخواست کاری انجام بدم من با همین کاربرا تماس میگرفتم برای کمک. چطوری کمک میگرفتی؟ بسته به نوع موضوع فرق داشت. یا پیغام میذاشتم میگفتم کسی حاضره با مدارک جعلی نقشه وکیل بازی کنه، بعضیا جواب مثبت میدادم منم یکیشون رو انتخاب میکردم. تو این پروژه ایشون نقشه وکیل داشت بازی میکرد، ایشون برای سایت کار کرده، خودم از طرف سایت کلی پول بهش دادم. مدارک از پولایی که بهش دادی داری؟ بله همش تو سایت هست، خودم ثبت کردم. من هیچ کارم. سایت دوباره بهت پیغام داده، یعنی هنوزم بهت اطمینان دارن. مسئله اطمینان نیست، سایت یه شبکه اجتماعیه که میتونه برای هر کسی پیغام بذاره. ولی ادمین اصلی بهت پیغام داده، ازت خواسته با زمانی حرف بزنی. چه پیغامی بهت داده؟ آقا من دیگه با اون سایت کاری ندارم. دیگه دوست نداری با آدم رو تحقیق کنی؟ معلا رو تن رو چیزی که میتونم تحقیق کنم روان تیکه پاره شده خودمه. بابا تو اون انفرادی دارم میپوسم، من اون تو دارم میمیرم. مجبوری همکاری کنی وگرنه بدتر از انفرادی برات سراغ دارم. من دیگه واسه اون سایت لعنتی هیچ کاری نمی کنم. بابا اینا از من سوء استفاده کردن، بعد منو ول کردن رفتن. در روز چند ساعت هواخوری داری؟ نمیدونم، 1 ساعت، نیم ساعت صبح، نیم ساعت شب. منو میبرن توی حیاتی که اصلا نمیدونم تو کدوم خراب شده یه میگردونن. 1 ساعت هوا خورید پر. ای بابا بگیم من چه غلطی باید بکنم براتون، چی کار باید بکنم؟ بهش بگو سایت ازش چی خواسته. باید یه تصویر از خود ضبط کنیم همین امشب. کاملش این توه. یه عکس از پرویز رو باید ببری به این آدرسی که اینجا نوشته. یه پیغام از خودت برای کار برای سایت باید بذاری. جرأت نمیکنه حرف بزنه. سایت ازش خواسته چیکار کنه؟ خواسته از خودش فیلم بگیره، از پرویز بگه، آخرش هم عکس پرویز رو نشون بده.
یعنی پرویز رو کاملا لو بده. خب اگه این قضیه به گوش پرویز برسه اونم بخواد پیشنهاد ما رو بشنوه، چجوری پیشنهاد بهش میرسونی؟ خود این زمانی پیشنهاد بهش میده. اگه نده چی؟ اگه بامبول در بیاره چی؟ نمیتونه پیشنهاد نده. از کجا میدونی؟ چون پیشنهاد خود زمانیه. من چند ساله که پرویز رو میشناسم. چیزایی که ازش شنیدین نسبت به کاری که کرده هیچی نیست. خب راستش پرویز یه بیمار روانیه. یه مدتی مریض خودم بود. همین که الان تو آسایشگاه نیست واسه جامعه خطرناکه. این آدم به خانواده خودش هم رحم نمی‌کنه. برادرشو به کشتن داد، زنشو گم و گور کرد. اصلا هر کی باش در بیفته آخرش از بین میره. منم اگه دلم این پیغامو میذارم نمیدونم، شاید واسه اینه که امیدم اینه که شما زودتر از من پیداش کنیم. مطمئنم هیچ کدومتون تا حالا قیافشو ندیدیم. اما این هیولایی که این همه ازش شنیدیم چیکار کنم؟ خونه داری؟ خونه؟ آره خونه، جایی که آدم توش زندگی میکنن، سقف داره، در داره. خونه دارم. پس برو خونت. یعنی الان آزادم؟ تا وقتی من نیومدم سراغت. آره. ساکتی؟ تماشای له شدن آدم ها عزیزم میکنه. جدیدن اینطوری شدی؟ حساس شدی؟ یه مدت زور خودمو میزدم آدم عوضی باشم، فکر میکردم اینطوری بهتر دوام میارم وسط اون همه گرگ. الان دارم سعی میکنم شبیه خودم باشم. پس خود واقعیت این آدم حساس و دلرحمی که الان جور منه؟ حساس و دلرحم دیگه کمی زیادیه، آدم معمولی. این که میخوای آدم خوبی باشی، فکر نمی کنی تأثیر آدم هاییه که جدیدن دور برتن؟ منظور آدم های جدید دور برم خودتی؟ فکر نمی کردم یه روزی با صمیمی بشم. راستشو بخوای آخرین چیزی بود که بهش فکر می کردم. برای من حتی آخریشم نبود. ولی معمولا بهترین رو باید گذاشت برای آخر. میگم این زمانی چش بود؟ چون اینجوری راه میرفت انگار پشتش ناراحت بود. چیکارش کردیم تو انفرادی؟ به خاطر انفرادی نبود، سایت خواسته بود یه سیو پشتش خالکوبی کنیم. جای خالکوبیش هنوز میسوزه. سیگارو باز چی داری؟ نفت بمیده فندک داری؟ همین جلوست. یه
سلام. سلام. آرمین بالاه؟ آره تو اتاقش. قرار بود تو یه کاری بکنی پرویز خودش نشون بده. چی کار داری میکنی آرمین؟ من به تو اعتماد کردم، من کمکت کردم، بعد تو دقیقا رفتی یه جوری نقشه کشیدی که این زمانی بدبخت حذف بشه. چرا من بعد بخوام یه آدم حذف بشه؟ به من چه ربطی داره؟ برای اینکه اون تنها کسی بودش که میدونست تو داری سایتو میگردونی. به جز من زمانی تنها کسی بودش که میدونست اون سایت واسه توه. آرمین تو چته؟ من فکر کردم عوض شدی، فکر کردم میخوای یه مدل دیگه ای زندگی کنی، ولی اصلا انگار نه انگار. پرویز پیام داده میخواد قرار بذاره. یه ساعت پیش به بهمن خبر داده. از کجا میدونسته؟ پیشنهاد بهمن چیه؟ سایت پیشنهادشو پشت زمانی خالکوبی کرده. از وکیل خواسته این کارو بکنه. تنها راهی که زمانی نتونه بپیچونه. نمیشد بهش اس ام اس و پاکت و این چی؟ چی شد؟ شده؟ جزئیات طراحی سایتو واسم توضیح بدی کامل. غزل چی شد کشته شد؟ تو دقیقا یه جوری طراحی کردی که پگاه با ماشین بزن غزل رو بکشه. یا اصلا نادر چرا خودکشی کرد؟ همه چی دقیقا یه جوری پیش رفت که نادر برسه به یه جایی فکر کنه مقصر همه چی زندگی خودش رو تموم کنه. اصلا همین حاله. همه بدبختیش دقیقا از جایی شروع شد که سایت شرکت بهش پیغام دادن. آرمین تو واقعا داری چی کار میکنی؟ من فکر میکردم اینا مال گذشته است، تموم شده، رفته یه مدلی بوده، رفته پی کارش دیگه. ولی راجع به قضیه زمانی من از اولش کنارت بودم، همه بازیاتو دیدم. تو دقیقا جلو چشم من به کمک خود من داری آدم میکشی. دیگه حتما داری سوء استفاده میکنی از حس من نسبت به خودت. مگه نگفتی از الان هرچی باشه بین خودمون حل میکنیم؟ چرا الان نمیخوام بین خودمون حلش کنیم؟ واسه همین دارم ازت سوال میکنم. یه عالم آدم این وسط کشته شدن آرمین. غزل، نادر، زمانی، نمیدونم خیلی کسای دیگه که من شاید حتی نشناسمشون. میخوام بدونم تو مرگ اینا نقش داشتی؟ زمینشو خودشون داشتن. وگرنه چرا سایت با تو این کارو نکرد؟ آرمین من دارم صادقانه یه سوال ازت میپرسم، میخوام درست جوابمو بدی. تو این مرگا نقش داشتی یا نه؟ آره، ولی مجبور بودم. رفتار خودشون باعث میشد. باشه رفتار خودشون باعث میشد، ولی تو کمک کردی. ازت میخوام کامل توضیح بدی چه بلای سر هر کدومشون اومده. کار زیاد سختی که نیست. ما شخصیت‌های داستانی در ذهن دیگرانیم. اگر هر لحظه از زندگی ما مدام تکرار شود، بار ما مدام سنگین‌تر و سنگین‌تر می‌شود. این یعنی ما به مرور بر اساس سنگینی بارمان به انسان‌های نیمه واقعی تبدیل می‌شویم. به شخصیت‌هایی که معنی حرکات خودشان را نمی‌فهمند و فقط هر روز حرکاتشان را تکرار می‌کنند. تکرار می‌کنند تا وقتی به آنها خبر بدهند وقتشان به پایان رسیده. و نام این تکرار را می‌گذارند زندگی. الو. تا یه ساعت دیگه ماشین می‌فرستم دنبالت. از خونه نرو بیرون. این یه دستوره؟ دقیقاً یه دستوره. خبری شده؟ وسایل ضروریت هم جمع کن. شاید لازم شه بری سفر. بالاخره یه روزی به اینجا می‌رسیدیم، نه؟
شروع کن. اول باید مطمئن بشم معاملم رو همون چیزیه که پیغامشو فرستاده بودی. بعد من بهت میگم که آدم اصلی شرکت کیه، کجاست، چجوری میتونی پیداش کنی. تو هم یه کاری میکنی که من از مرز رد بشم. دیگه ماده و تبصره نداره. نه همینه، هوایی که نمیتونی بری. یه نفر رو میفرستم باهات از مرز زمینی، یه جوری که خیلی هم اذیت نشی ردت کنم. هیچ وقت فکر نمیکردم انقدر خر باشم که یه مأمور رو استخدام کنم برای ریاست شعبه، ولی این کار بوده. من سوال میکنم، کوتاه و واضح جواب بده. به سر آدم های هیئت مدیره چی اومد؟ تا اونجایی که من میدونم مهندس دونه دونه شون رو یا سربنیست کرد یا اموالشون رو گرفت یا فراریشون داد. همین. به سر اموال شرکت چی اومد؟ اونایی که رقم بود که تو بانک بلوکه شده. منم یه مقدارش رو رد کردم واسه مهندس. دیگه برج و زمین و ملک و املاک همش رو عباس. امروز فرداست که دولت دست بذاره روش و مصادرش کنه. تو که خودت دیگه مأمور. فقط به سوالای من جواب بده. به جز تو کی میدونه مهندس کجاست؟ بعد از اینکه بهت بگم میشیم سه نفر. اون یکی دیگه؟ نمیکردم اینقدر بارت سبک باشه. خیلی توضیح ندادی کجا داریم میریم. نمیدونستم چقدر بار بردارم. میتونستی بپرسی؟ خب لحنت پای تلفن یه جوری بود که ترجیح دادم ازت سوال نکنم. پشت تلفن نمیتونستم با لحنی که میخوام باهات حرف بزنم. واقعا؟ برای همینه که راننده تو معاف کردی که خودت باشی اینجا با لحن خودت حرف بزنی؟ مروارد حسم رو باید بهت بگم. تو باید واقعیت رو بدونی. تو این پرونده متهمی. قانونا باید دستگیر بشی. پروندت هم اوضاع خوبی نداره. حالا حالا باید تو زندان باشی. من میخوام بفرستمت یه جایی که دست کسی بهت نرسه. حداقل فکر میکردم یه جای منو بفرستی که خودت بدونی کجاست. آره، بعد یکم اوضاع آروم بشه. بعد با اعترافات پرویز وضعیت تو بدتر شده. چرا داری این کارو میکنی؟ چرا داری خودتو به درد سر میندازی؟ من همیشه فکر میکردم حتی نتونم یه قرار کاری با تو بذارم، ولی حالا میبینم این روزایی که با تو بودم آرومترین روزای زندگیم بوده. اونم وسط این پرونده گند. پس داری منو یه جایی میفرستی بعد که اوضاع آرومتر شد میای سراغم؟ یعنی من یه فراری هستم که بعد برم یه جایی پشت پنجره منتظر باشم که شاید سالی یکی دو بار به هم سر بزنی، بعد دوباره بری سراغ زندگیت و من منتظر بمونم تا سال بعد
بلکه بهم سر بزنی. آره؟ مروارید تو حوزه خودتو نمیدونی. من دوستت دارم. دارم خودم میدازم به خطر که کمکت کنم. بگه من از تو کمک نخواستم. باشه. هر جوری تو بخوای. میتونیم امشب با هم حرف بزنیم. فقط چند روز خونت نمون. چند شب هتل باش. تا بتونیم هر دومون یه تصمیم درست بگیریم. هتل هم مهمون منی. باشه؟ باشه. چقدر زود بریدی؟ همش که راه نیفتادیم. مرد حسابی دو ساعت من اینجا گذاشتی. هیچی هم که نذاشی با خودم بیارم. یه بطری آب تو ماشینت بده بخورم، تشنمه. تو ماشین آب ندارم. بس اونی که قرار من آب مرز رد کنه کو؟ کسی قرار نیست بیاد. خودم میبرمت. تو با این کت شلوار؟ اینم کت. مشکلت حل شد؟ میگم فکر نمی کنی یکم تابلو باشه اون کلتی که پشتته برای رد شدن از مرز؟ آره خیلی تابلوه. میدونی وقتی خودم رو گم و گور کرده بودم پیامای اون سایت همش رو مخم بود. گفتم میام باهات معامله میکنم، یا تو اینقدر مردی که من از مرز رد میکنی یا نامردی منو برمیگردونی زندون. اون دخمه ای هم که توش بودم برام فرق نمیکرد با زندون. پولی هم که دیگه نداشتم، پس تصمیم منطقی گرفتم. فقط به این فکر نکرده بودم که تو معمول نیستی. تو یکی از خودمونی نه؟ نقش معمول رو بازی میکردی؟
من یکم این تو بعد یکم بدتر. سیگار داری؟ چشماتو ببند. کسی به من دستور نمیده که چی کار کنم یا چی کار نکنم. تو کار خودتو بکن، منم کار خودم میکنم. از مردن نمیترسم. زندگی زمین بازیه. فقط همین.